و با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم در این روز دوشنبه آغاز هفته، دوشنبه 10 دسامبر 2018 است. طبیعتا امروز هم 19 آذر است. همونطور که به عرض رسوندم از جناب آقای سلیمی نازنین خواهش کردیم که روزهای دوشنبه فعلا به صورت این ساعت بتونیم در خدمتشون باشیم و بریم راجب این معضل و مسئله که گفت اقتصاد مال خر است و امروز کار به اینجا رسیده است که هر روز یه اعدامی تو مملکت صورت میگیره. حالا یه سری ترم جدید پیدا کردن به عنوان اعدام برای مفاسد اقتصادی یا مفسدین اقتصادی. اجازه بده با این مقدمه بریم خدمت جناب آقای سلیمی، عرض ادب و احترام کنیم، تشکر کنیم از مهرش، از اینکه پذیرفتن و ساعتی رو در خدمتشون باشیم که به موضوع اقتصاد ورشکسته ایران بپردازیم. آقا من به شما رسیدم به خیر میگم و باز هم تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه ها، از اینکه مهر کردید و پذیرفتید این برنامه رو مسئولیتشو به عهده بگیرید. از شما ممنونم. به شما سلام عرض میکنم آقای بهبهانی عزیز. درود به همه شنوندگان و بینندگان برنامه میهن. خوشحالم که در خدمت شما و یاران عزیزتون و بینندگانتون هستم. متشکرم باشیم. قبل از این که واقعا بریم خدمت آقای سلیمی، باز یه نکته رو باید این چند روز مرتب تکرار کنم برای اون عزیزانی که از طریق رادیو یا تلویزیون برنامه ها رو دنبال میکنن. متاسفانه مطلع شدید که در این آخر هفته شبکه روکو اپلیکیشن تیوی باکس رو از روی لیست خودش حذف کرد. در نتیجه دوستان ای زنگ میزنن، پرسجو میکنن. همطور که براتون رسوندم میهن تیوی رو به صورت مستقل توی روکو میتونید دنبال کنید و من باز هم پیشنهاد میکنم که روکو رو تهیه کنید. روکو دستگاه خوبی است، مناسبه، اما برای اینکه جایگزین کنید اون برنامه های ایرانی رو، برید یه اپلیکیشن دیگه ای هست به نام تماشاخانه، هم اون رو هم در اونجا قرار داره هستش. ضمن اینکه GLVs هم ظاهرا فعلا روی روکو هست تا که اون دووم بیاره نمیدونم، ولی تماشاخانه همون فرمت همون تیوی باکس رو داره، فقط رادیو درش نیست و اون کار پخش تلویزیون های آمریکایی رو هم نداره. من فکر میکنم علت اینکه روکو اون برنامه رو حذف کرد همین پخش برنامه های تلویزیون های آمریکا بود. حالا امیدواریم که آقای مترجمی تلاش بکنه و بتونه جبران کنه این خسارت رو. بریم مجددا خدمت آقای سلیمی. آقای سلیمی، بها دیروز و پریروز در شهر کرد قدری مردم آمدن. روز شنبه آقای دکتر بهرامی بیگدلی و دوستانشون مثل هر ساله تظاهراتی رو در کنار رود زیبای کل برگزار کردند و بعد هم روز یکشنبه قرار بود که یک سمیناری به همت شما و دوستان در شهر کن برگزار بشه. آقای روحانی قدری کوتاه راجبش صحبت کردن، ولی از اونجایی که برشون رسونده بودم که شما بعد از برنامه ایشون برنامه خواهید داشت، کوتاه به عهده شما گذاشتن که شما توضیح مفصلی راجب این که دیروز در کل چه گذشت رو برای ما بفرمایید. ممنون میشم که بشنویم ابتدا که در کل چه گذشت، این سمینار چگونه برگزار شد. بفرمایید سراپا گوش. خواهش میکنم. همونطور که اشاره فرمودید آقای دکتر بهرام بیگدلی که بیش از 30 سال همه این مناسبت‌های مهم حقوق بشری رو، امر مبارزه با خشونت زنان و مسئله اعدام‌ها، روز اعدام، به مناسبت‌های گوناگون دکتر بیگدلی در کلن یکی از پیشکسوتان مبارزه هستند، حقوق بشری هستند در این شهر. ایشون هم در روز شنبه به هر حال در مرکز شهر کلن روبروی ایستگاه قطار مرکزی در اجتماع ایشون هم 10 نفر شرکت داشتند. به مناسبت همین 10 دسامبر بود که روز در واقع بزرگداشت مراسم 10 دسامبر و ایشون معمولا در مرکز شهر برای جمعیت به هر حال جمعیت‌های آلمانی و کسانی که در اون منطقه به هر حال توریستایی که میان، آقای بیگدلی به این امر خیلی توجه دارن که خارجی ها و خود آلمان ها به امر حرکت ایرانیان همواره توجه بکنن. اما اجتماع ما و سمینار ما یک سمینار داشتیم، همونطوری که دفعه پیشم خدمت شنوندگان و بینندگان عرض کرده بودم. یک سمیناری داشتیم که در این سمینار بحثایی بود پیرامون 72 سالگرد حقوق بشر از زاویه اینکه در ایران ما این حقوق در این 70 سال چگونه به هر حال نیروهای سیاسی، نیروهای اجتماعی، مردم ایران یا قانونگذاران در رژیم گذشته و در این 40 سال اخیر چگونه با آن برخورد می‌کنند، کردند، به چگونه این حقوق در واقع در رژیم پیشین در قانون، اگرچه در قانون اساسی مشروطیت بازتاب یافته بود، ولی به هر حال اون دوران به دلیلی به دلایلی مخفول ماند و چگونه مهمتر از اون به هر حال ما امروز 40 سال رژیم جنایتکاری رو داریم که اون تاریخ گذشته رو ما امروز به هر حال بررسی تاریخ گذشته فقط نگاهی هست به اون چه که در ایران گذشت، اما امر اساسی ما بررسی هایی بود که در این 40 سال چه بر سر این حقوق بشر به هر حال آمد. بحثای با چندین زمینه رو امر در واقع نگاه سخنرانان به مسئله اعتصاب ها، به مسئله خود اهمیت فلسفی و اجتماعی حقوق بشر، اینکه چگونه مردم ایران به هر حال قشرهای گوناگون جامعه ما به امر حقوق بشر اصولا توجه خواهند کرد، در طی چه فرایندی مسئله حقوق بشر در این روزهایی که جامعه ما به هر حال دوران سختی رو پشت سر میذاره چگونه خواسته های مردم، این دادخواهی ها بر علیه این بیدادهای جمهوری اسلامی که مردم پی نانشون به هر حال مایحتاج اساسیشون حق آب و مسئله مسکن و مسائل مربوط به بهداشت و دارو، پس از اون به هر حال اعتراضات و تظاهرات و این رو در روی مستقیمی که به هر حال در شهرهای گوناگون، در استانهای گوناگون با رژیم جنایتکار در اون قرار میگیرند و چگونه بعد از اینکه به هر حال مبارزان اینها رو، نمایندگان اینها رو دستگیر میکنن، چه حقوقی باز به این نمایندگان تعلق میگیره که اونها واقعا به خانواده های اونها که اینقدر زیر فشار و این مرارت ها بتوانند حداقل دورانی رو خانواده هاشون هم پشت سر بذارن. تمام اون جنایتی که پس از اینکه دستگیر میکنن به جایی که حقوق کارگر رو بهش بدن در واقع شکنجش میکنن. میگه من نان میخوام، میگن من حقوق منو میخوام، دستمزد ماها رو میخوام. خب کارگر رو میگیرن میبرن توی زندان، شکنجه میکنن، به هر حال شلاق میزنن. اینها مسائلی بود که به طور زنده در کنفرانس، در سمینار ما به هر حال بررسی شد. در سمینار ما همچنان این مسئله بررسی شد که چگونه نیروهایی که در خارج از کشور هستند پشتیبان مبارزات اعتصابی نیروهای گوناگون، کارگران، معلمان، وکلا، نویسندگان، به هر حال قشرهای محروم جامعه هستند، چطور میتونن اصولا این جبهه پشتیبانی رو، این نیروی پشتیبان در واقع مبارزان و فعالان خارج کشور رو بسیج بکنن و بتونن بر اساس انگیزش بسیج نیروهای به هر حال این میلیون ها، حداقل از این میلیون ها که نمیشه صحبت کرد، ولی خب هزاران نفر اکتیویست، مبارزان حقوق بشر فعالان سیاسی در جاهای مختلف هستند که در فضای رسانه‌ای معمولا هم خب اخبار رو توجه میکنن، اما چگونه میشه با یک کنشی، با یک کنش‌های گسترده‌ای، با پشتیبانی فعالتری واقعا در چنین شرایطی بریم به یاری هممیهنان ما در ایران به اونها بگیم که به هر حال این مبارزات انعکاس پیدا میکنه در سطح سندیکاهای معلمان در کشورهای گوناگون، در سطح سندیکاهای کارگری که به هر حال پشتیبان اونها هستند، مثلا سندیکای حمل و نقل در کشورها در اروپا یا در کشورهای گوناگون، اینها در واقع این خبرها رو بشنوند و پشتیبانی بکنند. اینها بحثایی بود که در سمینار رو ما به طور کوشش کردیم که وزن این اعتصاباتی که الان در جامعه ما هست رو مورد بررسی قرار بدیم. به فرض مسئله معلمان تا چه حد پیش رفته، به چگونه میشه به حمایت و پشتیبانی از خواستهای معلمان پرداخت، آیا میشه این خواستها رو در سندیکاهای معلمان، در اتحادیه‌های معلمان در سطح کشورهای گوناگون مطرح کرد، آیا خواستهایی هست که اونها رو ما به اطلاع برسونیم برای سندیکاهای کارگری. مواردی که در واقع در سمینار بود و اینکه اصولا نسل جوان ما در جامعه امروز چگونه با چه زبانی میشه با نسل جوان نزدیک شد و با اونها در تماس نزدیکتر قرار گرفت، اینکه این شبکه‌های در واقع این رسانه‌هایی که در خارج کشور هستن چگونه با شبکه‌های داخل کشور که خودشون در واقع امر رهبری رو دارن انجام میدن، اینکه واقعا امر رهبری در ایران به چه گونه‌ای خودش داره پیش میره و اینکه برخی از تصورات نیروهای خارج کشور که فکر میکنن واقعا بسیج و رهبری کار نیروهای خارج کشور هست، این رو مورد بررسی قرار دادیم که تا چه حد این اصولا یک تصور غلط هست یا اینکه به هر حال یک تصور تا چه حدی و در چه عرصه‌هایی میتونه اصولا کاربرد داشته باشه. حمایت‌های فکری یا اتاق‌های فکر خارج کشور چگونه میتونه از طریق شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با جنبش داخلی قرار بگیره. اینا بحثایی بود که ما در سمینار داشتیم و به هر حال هدف این بود که واقعا در شرایط کنونی که این اعتصاب‌ها هر چه گسترده‌تر میشه و چشم‌انداز رو دوستانی که در اونجا شرکت داشتن این گونه می‌دیدن که در ماه‌های آینده ما با گسترش هر چه بیشتر مبارزات صنفی، مدنی، سیاسی جامعه هستیم و حتی این امر پیوند و ارتباط این جنبش‌ها هم به هر حال چنانچه یک سری از به هر حال شروط دیگری تحقق پیدا بکنه که اون شروط هم کمکی هست که به لحاظ فکری میشه کنش‌های خلاقی هست که در لحظاتی که جنبش باز هم داره با هرچه گسترش بیشتری همراه میشه نیروهایی که در داخل و خارج هستن بتوانند این پیوندیابی رو، این ترکیب شعارها، خواسته‌های این جنبش خواست محور، جنبش در واقع به هر حال داد علیه بیداد، جنبش‌هایی که هم خاصیت خصلت صنفی و اقتصادی داره هم خصلت مدنی داره، مثل جنبش‌های محیط زیستی یا جنبش‌هایی که به طور کلی ما در برای هوای سالم داریم، برای حمایت از حیوانات داشتیم، برای دفاع از مسئله دریاچه رضاییه داریم، به قول آقای پیام حالو از کوهشاه که در واقع کوهی رو که او رو اینطور دارن تخریب میکنن. اینها همه جنبش‌های محیط زیستی و مدنی هستند و جنبش‌های سیاسی که به هر حال در ادامه این جنبش‌ها الان ما داریم می‌بینیم که مردم به رویارویی سیاسی با این رژیم پرداختند. سمینار دقتی بود. در این سمینار شخصیت‌های گوناگونی از جمله آقای ناصر کافساز، آقای پرویز دستمالچی، دوستان گوناگونی از آقای مبشری، دوستانی از چپ به هر حال آقای معیری، آقای آرژن، دوستان گوناگونی از ناحیه‌های مختلف چپ، ملی و گرایش‌های در واقع گوناگون لیبرال نیروهای گوناگونی در این سمینار حضور داشتند و کوشش کردند که به تبادل نظر با هم دیگر در یک فضای بسیار بسیار دوستانه مسائل رو بذارن و واقعا جنبه‌های آتی، جنبه‌های پوشیده این حرکت اعتصابی رو مورد بررسی قرار بدن. و همین ترتیب در گردهمایی هم که داشتیم در اونجا هم باز هم مسئله دموکراسی در آینده، رابطه دموکراسی، ساختار یک حکومت مدرن و ساختار حکومتی که در اون دین و دولت از هم جدا هستند یک لایسیته رو در واقع دنبال میکنه، چگونه میشه در کشور ما هم دموکراسی و هم لایسیته یا به هر حال سکولاریته بتواند عمدتاً این مسئله لایسیته رو دوستان از زاویه‌های گوناگون و سکولاریسم رو بررسی کردند که چگونه میشه جامعه ما نزدیک بشه. با دستمالچی هم در بحث‌های خودشون به مسئله حقوق بشر، به مسئله سکولاریسم، رابطه حکومت مدرن، ساختار حکومت مدرن با مسئله حقوق بشر که امروز ما در آستانه تصویب 70 سال تصویب اون بودیم صحبت کردن. خانم سهیلا ستاری راجع به جنبش زنان ایران صحبت کردن که چگونه این جنبش در حال گسترش هست و اینکه چرا این جنبش یک جنبشی است مضاعف و دوگانگی او چگونه هر یک از جنبه‌ها تاثیر بیزاره بیشتر. زن به عنوان یک نیروی مستقل در جامعه، نیمی از جمعیت ایران، یک جنبش مستقل 40 ساله رو داشته و زنان و دختران ایران در جنبش دانشجویی، در جنبش معلمان کشور، در جنبش کارگران کشور، در همه این جنبش‌ها هم سهیم هستند. جنبش اقوام مناطق قومی ایران همواره زنان ایران فعال بودند و هستند و اینکه این جنبش چگونه داره پیش میره. آقای ناصر کافساز در زمینه مسئله نگاه اخلاقی به مسئله حقوق بشر، چرا جامعه ایران در واقع چگونه اخلاق کمک میکنه که نیروهای جامعه و مردم ایران با اتکا به اون اخلاق، نه اون چیزی که در جامعه در این رژیم در واقع جمهوری اسلامی، دین و اخلاق هر دو این به هر حال ماجراها رو، داستانها رو اینا نابودش کردن. اخلاق در واقع از سوی مبارزان کشور چگونه میتونه توجه به اصول فلسفی، به اصول اخلاقی مبارزه حقوق بشری میتونه به جامعه ایران کمک بکنه تا جامعه بتونه دوباره روی پای خودش بیسته، جلو بره، تا با کمک در واقع این دوستی ها و همپیمانی ها و اتکا به مسائل اخلاقی بتونیم پیش ببریم. ایشون در این زمینه صحبت کردن. آقای بشیر فاش هم که از یاران فروهرها، زندیات ها، فروهرها بودند، ایشون هم در مورد مبارزه‌ای که در اون سالها و پس از اون در این سالهایی که 20 سال پیش حزب ملت ایران خواهان لغو حکم اعدام شده بود در اون زمینه صحبت کردن و گفتن که به هر حال این مبارزه‌ای که به هر حال این جنایتی که قطع‌های سیاسی زنجیری در اینجا داشته، آثار تبعات این جنایت رو ایشون توضیح دادند و به هر حال نقش نیروهای نویسندگان، نقش پوینده ها، مختاری ها، دوانی ها، شریف ها و همه مبارزانی که فروهرها و همه مبارزانی که در طی این سالیان پس از انقلاب در جامعه ما جان باختن برای آزادی، ایشون از نگاه در واقع این که این قطرهای زنجیری خلق ساله نبود و در این دوران نبود بلکه پیش از اون و پس از اون هم ادامه پیدا کرد، در این زمینه ها به هر حال صحبت های گوناگونی در گرد همایی بزرگ ما که به مناسبت این بود به هر حال این صحبت ها در اونجا جریان داشت. جناب بهبهانی عزیز، متشکرم از شما، خیلی ممنون. ولی امیدواریم که بتونیم از این نوارهایی که تهیه کردید هم استفاده کنیم، برای ما بفرستید، حتما اونا رو پخش میکنیم. و همینطور میخواستیم خواهش کنیم اگر دسترسی دارید از خانم ستاری هم خواهش کنید که یک جلسه ای بسرن در مورد زنان در خارج از کشور، برای اینکه به راستی این زنها در خارج کشور کاری بسیار بزرگ انجام دادن. یعنی اگر به تک تک این زنان نگاه بکنیم میبینیم که اینا در 3 جبهه در حقیقت کار میکنن. یکی اینکه در بیرون باید برن، به عکس ایران اینجا همه غالبا زن و مرد کار میکنن، اینا در جبهه بیرون کار میکنن. داخل رو باید در محیط خانه و همسر رو اداره کنن. و بخش سوم که مهمترین بخش تربیت بچه هاست که به راستی زنان ایرانی در خارج کشور این نقش رو به درستی ایفا کردن. و اگر به زندگی های آدم های موفق در خارج کشور نگاه بکنیم این موفقیت نسبی میبینیم که نقش زنا در این خانواده ها بسیار بسیار پررنگ است. درود بر همه شیرزنان ایرانی، چه در داخل چه در خارج کشور، که به نظر من در خارج کشور کارشون کاری بس سترگ و بزرگ است. ممنون از شما و از خانم ستاری نازنین. عرضم به حضور شما بریم به سراغ وضعیت اقتصاد در هم بر هم و این وضعیتی که الان وجود داره. یه جوری خودشون هم اعتراف میکنن که این ارز رو اینها در یه شرایطی بالا بردن، در یه شرایطی نگه داشتن، ولی واقعیت صحنه اینه که این نرخ 11000 تومانی 12000 تومانی نرخ واقعی ارز نمیتونه باشه. میخواستم از شما در این مورد بپرسم ببینم این چیه واقعا؟ آیا راستی اینا میتونن این قیمت رو که البته دلار 3000 تومانی شده 11000 تومان، مردم خوشحالن که قیمت دلار پایین اومده ولی چیه ماجرا؟ اصل قضیه کدام است؟ اگر شما اجازه بفرمایید من از این حکم اعدامی که صادر کردن تاییدش کردن شروع کنم، بعد به این مسئله این پرسشی که صد اون پرسش بعدی من بود. حالا شما ترجیح است همین دوالی که اشاره فرمودید. چشم. به حضورتون که این در دفعه پیش صحبتی ما داشتیم که امر بودجه و تعیین در واقع یعنی در نرخ تسعیر ارزی در امر بودجه گذاری نقش بسیار بسیار مهم در روال هدایت جامعه داره. یعنی دولت مهمترین کاری که دولت داره تنظیم و تدوین بودجه سالانه است. یعنی اینکه در واقع والدین در خانواده امر اقتصاد خانواده پایه اون وظیفه اصلی، اگر کار میکنن، اگر به هر حال مشغول هستن، اگر میخوان بچه‌ها رو بزرگ کنن، به هر حال همه چیز برمیگرده به این بودجه خانوار. اگر پولی و به هر حال بودجه نباشه برای خانوار، تمامی برنامه‌های دیگر از تغذیه و ورزش و آموزش و پرورش و همه چیز تعطیل میشه. بودجه گذاری هم بزرگترین وظیفه‌ای هست که یک دولت به تبع اون مشخصه که مسئله پول که امر استراتژیک هست در واقع دولت و بانک مرکزی، اون بحثایی است که استراتژیک، ولی هر سال امر بودجه گذاری بسیار مهمه. در بودجه گذاری چیزی که باز هم خیلی خیلی اهمیت داره اینه که دلار یا در واقع قیمت پول ملی، رابطه پول ملی با ارز که ما در ایران همواره دلار بوده چگونه است. یعنی وقتی که بودجه رو تعیین میکنن باید مبادلات خارجی رو، چون یک کشوری مثل ایران که در واقع از فروش نفت یعنی زندگیش، ما الان دیگه وضعیت کره جنوبی یا آلمان یا کشورهای دیگر غربی رو نداریم، ما یک اقتصادی داریم که کاملا به خارج وابسته است. بنابراین زندگی ما یعنی دلار، یعنی ارز خارجی، درآمد ده ها میلیارد ارز خارجی که 80 میلیارد بود، به هر حال الان وضعیت دیگری داریم. بنابراین وقتی بودجه رو میذاریم باید رابطه پول ملی یعنی ریال یا تومان با بودجه رو تعیین بکنیم. آیا بودجه رو یک دلار رو در آذر ماه، در دی ماه که بودجه تنظیم میشه 4200 تومان گذاشتیم، یا مثل امسال که الان برای سال دیگر میخوایم تعیین بکنیم 5700 تومان گذاشتیم. وقتی 5700 تومان گذاشته میشه بر مبنای هر دلار که قیمت در واقع پول نفت ما هست که جاری میشه در کشور ما این پول رو به دلار میگیریم. الان که خب میگن یورو یا دیگه وضعیت دیگری ایجاد شده، به دلار میگرفتیم. بر مبنای رابطه و نسبت دلار با تومان اقتصاد کشور رو تنظیم میکردیم. یعنی اینکه میخواستیم واردات، به هر حال واردات با کالاهای مایحتاج اساسی رو بیاریم. وقتی که میگیم 14 میلیارد دلار هزینه مایحتاج اساسی ماست، باید بدونیم این 14 میلیارد دلار رو معادل چقدر تومان برآورد کردیم. اگر در سال پارسال بود $14 میلیارد رو باید ضرب در 4200 تومان میکردیم. میگفتیم که به فرض اینقدر میلیارد تومان ما اختصاص دادیم، وقتی در صحنه اقتصاد داخل ایران میاییم باز باید با تومان اینا رو حساب بکنیم. اون وقت این رابطه نسبت بین دلار و تومان همه چیز بودجه رو تعیین میکنه، از بخش عمران تا مسائل مربوط به حقوق بازنشستگی، چون وقتی که ما $14 میلیارد رو برای مایحتاج اساسی تعیین میکنیم، درآمدهای دیگری رو باید به فرض اگر 110000 میلیارد تومان باید به صندوق بازنشستگی بدیم، حقوق بازنشستگان رو پرداخت کنیم، باز اون رو باید محاسبه کنیم که چقدر دلار، چند میلیارد دلار از این درآمد نفتی رو پس از اون $14 میلیارد مایحتاج اساسی باید برای حقوق بازنشستگان یا حقوق در واقع کارکنان دولت تعیین بکنیم. بنابراین امر رابطه دلار و تومان، عزیزانی دوستانی که میل دارن که این بحث رو دنبال بکنن باید این رو در بودجه به این ترتیب ببینن که این رابطه چگونه است، ما چقدر درآمد دلاری داریم و چقدر این درآمد دلاری رو برای قسمت‌های گوناگون در بودجه اصولا میتونیم استفاده بکنیم. نکته مهم در اینجا اینه که دولت یک برآوردی داره، مثل اینه که خانواری به فرض 1000 تومان درآمدش هست، میگه من 850 تومانش رو خرج تغذیه و بهداشت و اینا میکنم، بقیه اون پولی که 250 تومان دیگر اون پول که مانده اون رو میتونم به فرض یک مقداری خارج از اینها مثلا برای فرزندان خودمون کلاس آموزشی بذاره یا کارهای دیگر برای ورزش اونا بکنه، چیزهای دیگر. در ایران ما اینطور هست که ما باید اول اقلام اساسی رو، بخشای اساسی بودجه رو تعیین بکنیم، یک برآورد معینی داشته باشیم. صدا میرسه جناب بهبهانی؟ بله. اون اقلام رو و اون بخشای اساسی بودجه رو تعیین بکنیم، اون وقت در دوره دیگر که در همین دوره بودجه سال به فرض 98 هست، از اون میزان دلار، درآمدهای دلاری که داریم که مثل 97 اگر این درآمدها به فرض 80 میلیارد دلار برآورد میشد، ما حتی به 50 میلیارد دلار هم نرسیدیم با توجه تحریم نفت و غیر و غیر. بنابراین بودجه کشور باید دوباره تعدیل بشود، تنظیم بشود، تصحیح بشود. بقیه دلاری که میمونه در کاسه در صندوق دولت، بقیه اون دلار باید به قیمتی به تومان فروخته بشود در داخل کشور تا بتونه کسری بودجه رو که احیانا چون دیگه ما درآمدهای مالیاتی دولت کمتر شد، بازار رونق کامل نداشت و یا تحریم باعث شد که درآمد ماخایی در کشور، درآمد نفت، کاهش پیدا بکنه. در اون صورت میزانی که در اون 6 ماه یا در 7 ماه اول تا پایان مهر مثلا در صندوق دولت اومده بود بر اثر فروش نفت، دلارهایی در کشور، در دولت، در صندوق دولت موجود بود. حالا دولت باید برای ادامه بودجه خودش، تأمین بودجه خودش، این دلارها را، اینو میگن نرخ تسعیر ارزی، یعنی نرخ گذاری باقی مانده دلار در صندوق دولت، و این رو باید به مردم خودش بفروشه، با بهای گران بفروشه. اونجایی که با 4200 تومانی کالاهای مایحتاج اساسی رو تأمین کرده بود، رانت داده بود به تولید کنندگان و به هر حال به مردم و مصرف کننده رانت داده بود، سوبسید ارزی داده بود، بقیه دلار رو باید از جیب مردم دوباره در بیاره. این حیله‌ای هست که در اقتصادهای بیمار انجام میدن. وقتی که میگن نرخ تسعیر ارزی، یعنی اینکه باقی مانده ماخای یک بودجه در سال 97 یا سال دیگر، اون دلارها را شما به گونه‌ای قیمت گذاری میکنید و به مردم عرضه کنید که در این عرضه اینها باید شگرد باشن، شگرد داشته باشن. باید این خود دولت که نمیتونه بیاد از طریق بانک مرکزی اینها رو بگی که من میخوام بفروشم به قیمت 11000 تومان، 15000 تومان، باید اینها را به دست این فلکسده‌هایی بده که بعد اینا رو بعد از یه مدتی دوباره اعدام میکنه. اون آب سکرات رو به هر حال حیوان رو که میخواستن قربانی بکنن، یا آبی هم بهش میدادن. حالا یک مقداری هم اینه به خودشون میدن، یک چکایی از اون رو بخوره، تازه اونم که اعدام شد اونم از اونا میگیرن، اینم میدن به شبکه صرافان دلالان، یک بار آقای زنجانی، یک بار نمیدونم کیه، یک بار این بار شده قرعه به نام این فلکسده حمید باقری درمنی افتاد، در جرمش آوردند، من این رو کوتاه عرض کنم، نوشتن ارتکاب به اسناد جعل، سند مجور ساختن، پرداخت رشوه، کلاهبرداری های کران، فرار مالیاتی، انتقال سوری اموال، ترغیب و تشویق افراد مؤثر و کلیدی. آره اینا همه اینها کسانی هستند که تو دوره احمدی نژاد ظاهرن بیرون کشیده شده، ولی اینا اومدن کشیده شدن به اینجا. این آقا سال 88 پرونده داشته، ولی این آقا همینطور که میرفت میومد توی دادگاه‌ها هنوز به کارهای خودش داشت ادامه میداد. و نکته جالب اینه که این کارشناسان رسمی دادگستری و مسئولان وقت شرکت نفت رو هم خریده بود. آخه این کی بود که میتونست اینقدر قدرت داشته باشه؟ خب این خود این دولتی ها بودن، خود این سپاهیان هستن. در همونجا نوشته که یه بار که رفته از بانک ملی یه ضمانت نامه بگیره، اون ورقه رو خاوری امضا کرده بوده، برده بوده شعبه بانک ملی، اون رئیس شعبه موافقت نکرده، گفته آقا شما اعتبار نداری، ما ضمانت نامه نمیدی. اون مسئول بانک رو 48 ساعت بعد تغییر دادن، یعنی درست مثل مافیای این قاچاقچیای مواد مخدر میمونن اینا. یعنی وقتی این فیلم‌های قاچاقچیای مواد مخدر رو نگاه میکنی همین رفتار حکومت رو میبینی. الان که آمریکایی‌ها تو وزارت خارجشون یه صفحه‌ای رو درست کردن و دارن تیوت میکنن، عکس‌ها رو میفرستن که این صادق محصولی کیه، چقدر دزدی کرده، و حتی در مورد شخص خامنه‌ای گفتن که این یه آدم ریاکار، دروغگو، فاسده، یه صندوق شخصی داره که ربطی به دستگاه دولت و حکومت نداره، متعلق به خودشه و تمام درآمدها در اون دفتر زفت و رفت میشه. خواستم همینو اضافه کنم به مطلب شما. بفرمایید ادامه بدید. ما امروز باید نکات مهمی رو در امر ثبات ظاهری ارز، مسئله به رغم ثبات ظاهری ارز، افزایش قیمت ها، در همین رابطه دیدار آقای همتی با سید علی خامنه‌ای، دستوری که او به این داد که تو شما باید چیکار بکنید که از پول ملی ریال در واقع نگاهبانی کنید، با چه توطئه‌های جدیدی میخوان این کار رو بکنن، میپردازیم به این. و اینکه تحریم ها که میگیم به استخوان داره میرسه، وقتی که دیگه دلار نمیاد یا یورو کم میاد بلکه روپیه میاد، یا اینکه تهاوتری به فرض به دستور داده میشه که دیگه تولید برنج رو در اینجا و اونجا، در گیلان یا جلگه های خوزستان و اینها اجازه ندارن به فرض، یا کم باید بکنن. خب اینها آثار تحریمه، آثار در واقع این بحثا رو امشب اگر بخوایم یه مقدار عمیق‌تر، و اینکه چرا صنایع غذایی ایران بر اثر فشاری که به سکتور، به در واقع بخش قسمت کشاورزی و تولید مواد غذایی هست، چگونه باعث تخریب هرچه بیشتر صنایع غذایی در ایران میشه و مایحتاج غذایی در ایران کم شده، کمبود دچار شدیم. اینها در واقع به کارد رسیدن، به استخوان رسیدن این کاردی هست که کارد تحریم در واقع در ایران. اینها این کلا وضعیتی است که ما در جامعه داریم. به نظر میاد که باید این گونه دید ثبات، همونطوری که قبلا هم عرض کردم، ثبات و شما الان اشاره فرمودید، ثبات قیمت ارز در بازار امروز پس از اینکه رکوردها را زده و جو روانی رو ایجاد کرده و سیستم های عرض کردم بودجه رو و سیستم بانکی رو و قرض بزرگ در واقع سیستم بانکی به بانک مرکزی رو ایجاد کرده و فضای تورم رو در تمامی کالاهای گوناگون، مثلا در کالاهای غذایی الان خودشون میگن، مرکز آمار ایران میگه 49.5%، حالا کالاهای دیگر که به بالای 100% رسیده. جامعه ای که بر اثر گران شدن قیمت ارز قیمت ها همه بالا رفتن. اگه قیمت ارز 4 برابر شده بود، قیمت های دیگر در همون فاصله 2 یا 3 برابر شده بودند. بنابراین وقتی که این قیمت ها این گونه میشن در یک جامعه در طول یک مدت معینی، ما میبینیم که در این قیمت ها میشن اساس و پایه اقتصاد. دیگه نمیشه این جنس ها رو که شما گرفتید، خریدید، انبارداری کردید، براشون بر اون مبنا در واقع بیمه پرداخت کردید، اون کالاهای دورقبل رو از انبارها خارج کردید، اونها دست مصرف کنندگان هستند. سیستم اقتصاد چیزی نیست که به فرض فشار خون آدم رو شما نمیتونید یهو از 200 برسونید مثلا به 100. خب این یه زمانی میخواد. شما تازه این وضعیت در یک جامعه است، در یک فرد نیست، در یک فرد بیمار نیست. جامعه‌ای که بیمار میشه، ما صدها و هزاران بنگاه اقتصادی، مصرف کننده، دولت، کشورهای دیگر، تمام اینها در چرخه اقتصاد وارد فاز بیماری میشن. به این ترتیب برای اینکه این فاز بیماری رو اگر یک اقتصادی بتونه سالم سازی بکنه، زمان زیادی احتیاج داره. به همین ترتیب تأثیرات افزایش قیمت دلار میگن در بین 2 تا 3 ساله آثار شوم خودش رو، تخریبی خودش رو نشون میده که الان اون رو هم عرض خواهم کرد. ببینید در چنین وضعیتی که دلار ماه‌ها گران شده بود و همین دولت روحانی با دستوراتی که به سیف داد، اون عروسک رو اونطوری برنامه‌ریزی کرد که او دلار رو ببره بالا. او بعدا گفت که من اینجا نقشی نداشتم، دلار رو در گران شدن دلار اینها خودشون بودن، اینها این رو گران کردن. حالا دیگه مسئله قیمت ها بدون مستقل از دلار کار خودش رو در بازار داره میکنه. قیمت ها رو دیگه پایین نمیتوانند بکشن. نرخ تورم دیگه به این راحتی پایین کشیده نمیشه. دلاری که 15000 تومان شد، در مغز مصرف کننده، در ذهن مصرف کننده دلار همونه، به این راحتی این پایین نمیاد. تازه اینا هم که میگن این پایین اومده، این دلار دلاری وجود نداره. برآورد میکنن که حدود 25 تا 30 میلیارد دلار دست خانوارهاست و اونها هم به این راحتی اینو نمیدند. اونها هم اینو به این راحتی ممکنه بخشی رو مجبور بشن به تومن تبدیل بکنن، اما بخش بزرگی رو فعلا باز نگه داشتن، یعنی کاملا توی اون چیز بسته خودشون اینا نگه داشتن. هر چقدر هم دولت سعی بکنه بخشی رو میتونه بگیره. به هر حال این چرخه ارتباط ارز با پول ملی و با مسئله تولیدات و با مسئله مصرف در ایران، این یک چرخه واقعی بسیار بسیار مهم اقتصاد کشوره. این چرخه دچار بیماری است و ثبات این دلارها هم، دلارهایی که خودشون میگن که 11000 تومانه، 10000 تومانه، اینا همه قصه است. اینا هیچ جا موجود نیستن که بخوان اینجوری فقط برای اینی که مال مردم رو بخرن، نه اینکه الان بفروشند. اینو دلاری وجود نداره که اینا به این قیمت اینا بخوان بفروشن. اینجا هم اگر به فرض 2000 3000 دلار کسی بره بخره، فردا اونو دنبال میکنن، اونطوری که گزارش‌ها نشون میده اون رو دنبال میکنن که ببینن آیا این فرد جاهای دیگر دلاری پنهان کرده یا نه. مردم کاملا ترسیدند. وقتی که اینهای زمانی بهایی رو، کمونیست و پادشاهخواه رو، نمیدونم ملی رو میگرفتن، اعدام میکردن، دستگیر برای چوب و شماغ میزدن، امروز دنبال مردم عادیه. این که به جرم این که یه خورده دلار بیشتر نگه داشته، کمتر نگه داشته، یا مفسد فی الارض اقتصادی هستن. فساد رو در جامعه اونقدر گسترش دادن که امر در واقع یک انسان بدبخت که در کشورهای دیگر میتونه ارز بخره، به هر حال نگه داره، مسافرت بره، اینها در جامعه ما شده حکم اعدام، مفسد فی الارض، افساد فی الارض اقتصادی. خب این جامعه ما اینطوره، یعنی ما در واقع حتی کار اقتصادی هم با اعدام روبروست. این دیگه جدیدترین پدیده‌ای هست که در این جامعه بیمار ما می‌بینیم. همراه با این ما با این وضعیت روبرو هستیم. اشاره کردم وقتی که بر اثر فروش نفت روپیه یا نمیدونم دینار یا چیزهای دیگر میان، یا بدتر از اون به ما برنج و غله و یه سری از جنس‌های بنجل بعضی از این کشورهایی که از نفت ما را بردن، به جای اینکه به ما یورو دلار بدن که ما با اونها بتونیم نیازهای جامعه ایران رو در بازارهای جهانی تامین بکنیم، بخریم، بیاریم، به مصرف کننده بدیم، مجبوریم همون چیزایی رو که توی اقتصاد پایه‌ای ما هست، توی تولیدات داخلی ما هست، که بخشی از اونها رو حتی صادر می‌کردیم به بنیه اقتصادی ما کمک میکرد، چون امر صادرات بنیه اقتصادی رو سالم سازی میکنه. همش که نمیشه کشوری واردات داشته باشه، که ما حتی اونهایی رو که خودمون ما احتیاج ما بود باید با دلار ما بخریم. الان باید برنج رو با پول نفت از هندوستان بخریم. خب ما این برنج رو به این میزان احتیاج نداشتیم، یا کالاهای دیگری که احیانا در همین روزا مطرح میشه. بنابراین ضربه بزرگی هم به بقیه واردات زدند. در همین رابطه اومدن گفتن که برای اینکه پولشویی نشه، برای اینکه در جامعه سریع پولها جابجا نشه، زورشون به مردم ایران میرسه. گفتن با کد ملی میشه فقط 100 میلیون تومان در روز جابجا کرد و با حسابهایی که در واقع مردم دارن در روز 50 میلیون تومان یک روز کد ملی اینقدر اجازه داره و کارت بانکی هم در روز 50 میلیون تومان اجازه داره. خب این برای مصرف کننده ها یا بعضی از اقشار جامعه به هر حال امکان پذیره، ولی اونهایی که الان 100 میلیون تومان و 50 میلیون تومان برای کسی که در امر تولید اقتصادی هست، تولیدگران اقتصادی که نمیتونن در این محدودیت ها کار بکنن، اونها باید تولید بکنن، یعنی باید در واقع این پول ها در این سطح در روز نمیتونن. اینا این محدودیت هایی است که دست پاگیره. باز هم فساد رو فساد. اینها مثل اون قبلیه که برای سکه اعدامش کرده بودن که او صدها نفر رو به کار گرفته بود، به هر کی یه چیزی میداد. اینها در واقع در پولشویی هایی که در غرب هم هست به همین ترتیبه. کسی که در جای دیگر بر اثر فروش مواد مخدر یا کارهای دیگر به هر حال پولی میخواد بیاره، یک آدمی رو پیدا میکنه، بهش یک دیساژویی میده، یعنی درصدی از چکایی رو که از جای دیگر گرفته بود. البته الان دیگه مثلا بازار با چک نمیگرده، جابجایی ها بیشتر با حواله های بانکی است. به نام او یه حواله بانکی میاد، 1% یا 0.1% پول به اون فرد تعلق میگیره، بقیه اون پول به طور به هر حال میگیرن و منتقل میکنن به اون فردی که صاحب اصلی پوله. در واقع پول پنهان میشه در دست اون، ولی پول به حساب یک کسی دیگری ظاهرا اومده. در جامعه ما هم همینطوره. برای اینکه به قول خودشون این پولشویی ها رو محدود بکنن، اومدن به مردم میگن که شما تا اینقدر میتونید روزانه پول بگیرید، در حالی که اون 18 میلیارد یا اون 20 میلیارد یا اینایی که میگن که رفته زیر عباهای اینها، اونها رو زیر عبای سید علی خامنه ای کسی دنبال اون میلیاردها نیست. به هر حال محدودیت هایی بر اثر فشاری که این آقای همتی فکر میکنه به این ترتیب نرخ ارز رو که اونطوری فعلا میگه من کنترل کردم و نرخ در واقع تراکنش های بانکی رو در حد 100 میلیون و 50 میلیون نگه داشتن. این از اخبار جدید این روزها بود. ایشون یه چیز مهم دیگری هم میگه. آقای همتی میگه در حالی که من تلاش میکنم ارز را کنترل کنم، اونها قیمت ها را بالا میبرند و عملا من نمیتوانم ارز را کنترل کنم. این مصداق بارز فساد است. این اونهایی که این آقا میگه، این اونها سپاه پاسدارانه، هیچ کس دیگر نیست. این اونها بیت رهبری است، چون هیچ کسی بالاتر از قدرت حسن روحانی و این رئیس جدید همتی قدرت نداره. این اونها همون دستهای شبکه‌های خصوصی هستند که یک دستشون یک به هر حال چیزشون در همون آستان قدس رضوی است، بیت رهبری است، سپاه پاسداران، بانک سپاه، بانک ملت، هلدینگ های بزرگ سپاه پاسداران هست و شبکه های فاسد در ارتباط با اونها که پولشویی های اساسی رو در رابطه با کشورهای به هر حال منطقه و کشور بعضی از کشورهای دنیا، آمریکای لاتین دارن سازمان میدن. این صحبت های همتی به همون ترتیب که الان ما میبینیم در مدت کوتاهی 40 بخشنامه از طرف بانک مرکزی و دولت تنظیم شد که این مفاد مضمون این بخشنامه ها همه علیه هم دیگه بودند. یک وضعیتی در ایران ایجاد کردن که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یا برنامه بودجه مجلس میاد میگه که فساد به این دلیل گسترش پیدا کرده که مقرراتی که ما تنظیم کردیم، بخشنامه هایی که ما دادیم، همه بر ضد هم دیگر بودند. یعنی یه ملغمه‌ای، یک آش شلم شوربایی درست کردن که همه چیز رو ریختن تو این بخشنامه هاشون. هر یک ماه، دو سه هفته یک بار، یه بخشنامه‌ای به یه مضمونی دادن. یه بار دلار رو بردن بالا، یه بار دلار رو آوردن پایین، یه بار سکه به قیمت 4,800,000 تومان فروخته شد، هفته دیگر یه جور دیگر شد، یه بار گفتن که اصولا صرافی ها حق ندارن کار بکنن، یه بار خودشون پول پمپ کردن به صرافی ها، یه بار بانک مرکزی رو بهش اجازه دادن که دخالت بکنه، جای دیگر در یه مدتی گفتن شما حق نداری دخالت کنی. وضعیتی در امر گمرک، وسایلی در امر ارسی ها، اینا ایجاد کردن که کل اقتصاد رو خودشون به دستای تبهکار و ناپاک خودشون به این وضع رسوندن، پول ملی رو هم به این وضع رسوندن. حالا واقعا درمانده شدن از ادامه اون، میرن از آقای سیدعلی خامنه‌ای، آقای همتی میره اونجا دستور بگیره، دستور نمیره بگیره، رفته اونجا بهش خط نشانها رو براش تعیین کنه که باید قیمت به فرض تومان در ماهای آینده اینطور بمونه، یا اینکه چه باید بکنن در رابطه با پولشویی ها، چگونه باید بقیه ماجراهای درآمدهای نفتی رو سازمان بدن. این دستورا رو رفتن بگیرن بیان. به هر حال این نکته رو هم گفتم اضافه کنم به قسمت قبلی آقای بهبهانی عزیز. ممنونم از شما. عرضم به حضور شما که همین آقای نوبخت میگه درآمد کشور 1/3 شده، به همین دلیل هستش که ما بودجه معلولین رو کم کردیم، اون رو حذفش کردیم. خانم موگرینی هم میگه که سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تا پایان سال آماده میشه، این در حالی که هیچ کشوری در اروپا حاضر نشد که این دفتر تو کشور شک بگیره. چیه این؟ فقط حرفه یا اینکه واقعا اینا میتوانن در مقابل تهدیدهای آمریکا کاری رو انجام بدن؟ چی میبینی این صحنه رو؟ اون چی که آقای نوبخت گفت ایشون کاملا خب ارقام و آمار رو داره و مجبور بگه، چون میخواد که خواسته های بخشی از قشرهای جامعه رو بگه بهشون که از الان بهشون خط نشان بکشه و بگه صندوق خالی است، صندوق ها خالی است، بازنشستگان کشور، کارکنان کشور الان از یک طرف میگن که ما 20% دستمزدها رو اضافه میکنیم، بعد از 2,200,000 به بالا رو دوباره میخوان 10% رو مالیات بگیرن. آخه این چه پولی میمونه که بخواید برید مالیات بگیرید؟ از همون حقوق کارکنان که از الان هنوز پول ندادن میگن باید از مالیات بر دستمزد هم در اینجا دارن رو اون فکر میکنن. یک چیز خب عجیبی است این اقتصاد، به هر حال صندوق که روشنه، چون درآمدها عرض کردم دفعه پیش، نه مالیاتی، بازاری که رونق نداره، وقتی تولیدات کاهش پیدا کرده، خدمات با نقصان روبرو هست، خب بازار به خدمات نمیتونه مالیات بده، مالیات کم میشه، صندوق دولت کاهش پیدا کرده. این رو باید باز هم از قشرهای کارگران بزنن، کارگران رو به حساب بیارن، از معلمان بزنن، یا اینکه بیان وعدهشو بدند بعدا چیکار بکنن. نقدینگی که 1,700,000 میلیارد تومان بود، یعنی در واقع امروز سنگینی وزن مالی ما جیب‌های دولت و مردم 1,700,000 میلیارد تومانه. این بخشش توی بانکاست، بخشش خب دست بانک مرکزیه، بخشش دست بانکاست، بخشش دست دولته، بخشش دست بنگاه‌های خصوصیه، بخشش دست مصرف کننده هاست و پسندازهای اون هاست. این همه قسمت ها ثابت میمونه، مال بنگاه، بخش خصوصی، مال مصرف کننده ثابت میمونه، دولت برای خودش دوباره پول چاپ میکنه. وقتی فقط یکی حق داره، بانک مرکزی و دولت اجازه دارن که بیشتر کاغذ تولید بکنن، جیب اونها پر میشه، در واقع جیب مردم همون که ثابت مونده در واقع ارزش خودش رو از دست داده. بنابراین از این ور اگه 20% دستمزد رو اضافه کردن، دوباره 50,000,000 میلیارد تومان دیگر هم به نقدینگی اضافه خواهد شد. 1,700,000 میلیارد تومان که سال دیگر 2,200,000 میلیارد تومان خواهد شد در سال 98، نشانگر اینه که درآمد نیست. پس باید نقدینگی رو، این بیماری نقدینگی رو که هر روز هم ما بخوایم راجع به این صحبت بکنیم، یک زاویه این رو باز هم نشکافتیم. اون ماجرای نقدینگی امروز آثار خرد کننده‌ای به قسمتی که نقد هست، یعنی باید سرعت بیشتری پول نقد، همین تراکنش‌هایی که الان عرض کردم، این نقدینگی بخشی شپ پول توی بانک هاست، همواره گفتیم اینو، اون بخشیش که دست مردم اومده یعنی پول نقد، با یه سرعت بالایی در اقتصاد، اقتصاددان‌ها یه سرعتی دارن، این سرعت رو الان به فرض 7.5% 7.5 برابر دارن، اگر 50,000 میلیارد تومان در دست مردم بچرخه، به فرض این رو ضرب در 7.5 میکنن که سرعت گردش هست، میگن که اینقدر نقدینگی باد کرده. وقتی که مردمی باید برای ماهیتاج روزانه خودشون به بانک ها اعتباری نیست، به صندوق های دیگر اعتباری نیست، جابجایی با خارج هم از طریق سویفت صورت نمیگیره، پول نقد تو دست مردم باید جابجا بشه. این تراکنش ها، چک های عامل و غیر عامل و اینا باید جابجا بشه. سرعت این بخش از نقدینگی هر چه که بیشتر شد، امر تورم در جامعه شدیدتر خواهد شد. این هم بحثی است اقتصادی. اینها گفتند که ما سعی میکنیم اگر شما سرعت رو کم کنید، اگر شما محدودیت های دیگری برای اقتصاد فراهم کنید، از یک طرف ممکنه یه مقداری تورم رو بتونید کاهش بدید، ولی یک سری تغییرات در جامعه باعث رکود میشه. دوباره تولیدگران قادر نیستند که جامعه تولید بکنن، چرخ تولید کارخانه‌ها به حرکت بیفته، اقتصاد وارد چرخه سالم خودش بشه، در اون صورت رکود به وجود میاد. اینها در این اون سوالی که هفته پیش هم شما اشاره فرموده بودید، این رابطه رکود و تورم و رکود تورمی در واقع گلوی اینها را فشرده. این بزرگترین بیماری اقتصاد کشور هست که در اقتصادهای بیمار در حال توسعه بیشتر این اتفاق میفته. بنابراین ما در وضعیتی هستیم که اینها قادر نیستن، قدرتی ندارن که در اینجا دست پا بزنن. از اون ور متوسل میشن امیدهای واهی به خانم موگرینی. موگرینی اصلا کی هست که در اینجا یک فرد به اصطلاح اتحادیه افراد سیاسی یا کسی که رابط مسائل مثلا به فرض تسلیحاتی با ایران هست، مسئله برجام هست، هیچ نقشی در اقتصاد اتحادیه اروپا نداره. اقتصاد اتحادیه اروپا از طریق کمیسیون های گوناگون حقوق بین الملل، مسئله کمیسیون اقتصاد خود، کمیسیون صنعتشون، کمیسیون های تجارت و کمیسیون های بانکیشون و بانک واحد اتحادیه اروپا سیاست های اروپا تنظیم میشه. اینها اگر با پیش یک بخش از این کمیسیونی برن، به فرض یک سری قول و قرارهایی بگیرن، این باید بره وارد ماشین بزرگ اتحادیه اروپا بشه. در هر یک از کمیسیون ها باید اونجا اینا نیرو بذارن، تازه اونها باید بررسی بکنن، بیان ببینن که این اقتصاد بیمار ایران رو اصلا کلا چی باید بکنن. این وعده و ایدهایی که اینا میگن، واقعا کسانی که با مسائل اقتصادی کار میکنن تو این اروپا میبینن که تصمیم‌های اقتصادی اولا که یک تصمیماتی هستن استراتژیک. اینا مثل ایران نیست که در عرض یه مدت کوتاهی بانک مرکزی بیاد یه بخشنامه صادر کنه، بعد یه بخشنامه دیگه صادر کنه. بانک مرکزی، بانک واحد اروپا، برای خودش استراتژی داره. به هر حال اینها رو بر اساس یک معیارهای دوره‌های چند سالشون تنظیم میکنن. دوره سالشون قرآنو، یعنی هر سال برای هر دوره‌ای تنظیم میکنن. اقتصاد کوچک بیمار ایران هم جزئی از این مسئله میتونه باشه برای اروپا. من فکر نمی کنم، بارها هم تا الان صحبت کردیم، فکر نمی کنم ایران چشماندازی داشته باشه، چون تا الان هم وعده‌هایی گرفتن. اگر یک جرح تعدیل‌های کوچکی بکنن، یک مقدار به خاطر اینکه وضعیت امنیتی ایران و اروپا رو یا ایران و منطقه از یه حدی بیشتر وارد بحران نشود. همواره عرض کردم بین 500,000 تا 800,000 بشکه، چون آمریکا نمیتونه به صفر برسونه. آمریکا تهدید میکنه برای اینکه فشار رو اینا به هر چی بیشتر برسونه، ولی به صفر نمیتونه برسونه. به هر حال نفت ایران صادر خواهد شد، ولی بین 500 تا 800,000 بشکه خودش برای ایران مرگاوره و این بزرگترین ضربه است برای اقتصاد ایران. الان میگن 1400 به هر حال در روز، میلیون در روز دارن و این چیزی هست که 1,400,000 رو میشه به وضعیت اینها کمک بکنه. اما این وقتی که کاهش پیدا کنه که در ماه‌های آتی و در پایان امسال این کاهش چشمگیر خواهد بود. بنابراین این وعده‌هایی که در پرسش جناب عالی بود، این وعده‌ها بیشتر توهم هست. جناب بهبهانی، حالا یه موضوع دیگه که الان تخمشو شکوندن اینه که سوخت رو، قیمتش رو ببرن بالا. فکر میکنی این کار چه تبعاتی داره از نظر اقتصادی؟ شما میبینید این قائله‌ای که در فرانسه به پا شد یا مشکلی که در امر اقتصاد آلمان در ماهای اخیر بود، اینجا در همین آلمان، چون بنده با کار در واقع به هر حال حمل و نقل ارتباط داریم، اصل کاری ما همین سوخت هست. براتون یه مثالی بزنم که قابل تصور باشه. وقتی که سوخت در اینجا به فرض 10 سنت اضافه میشه، قیمت ناخالصش، قیمت بروتوش میگن، 10 سنت یا 15 سنت اضافه میشه، تمام به هر حال کسانی که با بنگاه‌های حمل و نقل و لوجستیک کار میکنن، به اونهایی که به اینها این کارها رو احاله کردن، محول کردن بهشون، از همه اونها درصد خودشون رو میگیرن. اونها درصد خودشون رو به هر حال، کسانی که با مصرف کننده در ارتباط دارن، مصرف خودشون رو روی کالاها میکشن. اقتصاد در عرض به فرض یک مدت کوتاهی، در عرض 2-3 ماهه، قیمت‌ها انکباستا پیدا میکنه، سرشکن میشه روی مصرف کننده. اینها وضعیت اقتصاد رو، وضعیت تولید رو، بعضی از تولیدها رو کم میکنه، یا یه سری کاهش‌هایی در امر تولید حتی آلمان به وجود میاره. حتی آلمان شما در نظر بگیرید، وقتی که سوخت در فرانسه بالا رفت، بسیاری از مردمی که سر کار میرفتن باید ماشینای شخصی خودشونو میذاشتن، اصلا سکتور حمل و نقل و رفت آمد و اینها دچار مشکل میشد. بعد بسیاری از کارکنانی که در حاشیه شهرها بودن یا در شهر بودن، باید در روز 50 تا 100 کیلومتر میرفتن، دچار مشکل، یعنی اقتصاد دچار مشکلات خاص خودش میشه. اون مجموعه اکوسیستم اقتصادی دچار مشکل میشه. در ایران ما، در بعضی از کشورهای، یک غاوله های بزرگ بپا میکنه. ما میدونیم که در منطقه قیمت بنزین، ایران یکی از بهترین وضعیت ها رو داره، یعنی سوبسید ارزی، که این هم به طور واقعی غلط هست، چون یه چیزی، اقتصادی که سالم باشه، احتیاج به این نداره. ولی اینها اگر بخوان الان این سوخت رو گران کنن با وضعیتی که مردم ایران دارن، این به یک بحران عظیمی دوباره منجر خواهد شد. ضمن این که اگر این کار رو هم نکنن، میلیون ها، صدها میلیون لیتر بنزین ما، گازوئیل ما قاچاق میشه به افغانستان و پاکستان و عراق، و بخش بزرگی از نواحی مرزی ما، مردم ما که اینها در این ور اونور هستن، از این طریق به هر حال درآمدهاشون به وجود میاد. یعنی جامعه رو باز هم، قشرهای گوناگون و جامعه رو، مردمی که فقیر هستن چیکار باید بکنن؟ باید به هر حال وضعیت فکر نان فردایشون رو بکنن. باید این سوخت رو بردارن، گالون رو بردارن، از مرز خارج بشن، برسونن به اونجاها. این هم یک مفر، به هر حال یک ممر درآمدی هست برای بخشای از جامعه ما. اما گران شدن سوخت در جامعه باعث میشه که تمامی اون اقداماتی که تا کنون کردن برای ما احتیاج اساسی، این 14 میلیارد دلاری که گفتن ما این رو سبدهای، نمیدونم، بسته های حمایتی میدیم، همه این کارهایی که تا الان کردن، فقط با تغییر قیمت سوخت در ایران، همه اینها باز همون 40 بخشنامه‌ای است که همه همدیگر رو میبریدند. با گران شدن سوخت، چون سوخت و انرژی در جامعه امری است، حاملی است که سرشکن بشه و حاملهای دیگر اقتصادی، وضعیت جامعه رو کاملا دگرگون خواهد کرد. سوخت به همه بخش‌های دیگر اقتصاد، تولید، خدمات، رفت آمد برای کار، کارکنان، همه بخش‌های دیگر رو تحت تاثیر، یعنی امر مادر هست. هزینه، جز هزینه‌های مهم تعیین کننده بر هزینه‌های دیگره، سرشکن میشه به سرعت روی هزینه‌های دیگر. در اقتصاد امر انرژی، و یا در کشور ما بنزین یا گازوئیل، در کشور ما نقش کلیدی داره. بالا بردن این میتونه دوباره با یک جنبش‌های عظیمی که 20 سال پیش هم که پمپ بنزینا رو آتش زده بودن، این بخش بسیار 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 خشن هست. یعنی وقتی که جنبش‌ها و شورش‌های ضد برای گرانی سوخت، همیشه جزو خشن‌ترین جنبش‌های جهان است. یعنی اگریسیو هست و نابود کننده است و شورش‌هایی است که به سرعت به انفجار و به خونریزی و اینا منجر خواهد شد. اگر چنین ریسکی رو بکنن، البته خود دولت ایران میدونه که شورش‌های به خاطر بالا رفتن قیمت‌های سوخت چقدر خطرناک است برای دولت ایران. جناب بهبهانی، اما بریم به وضعیت معیشت مردم و اعتراضات کارگری. من این رو دیدم که این کارگرها، خب در هفتپه، در فولاد، غالبا در خوزستانن این صنایع، اعتراض کردن. دولت هم گفت من 2 ماه حقوق معوقه شما از سماعتون رو بهتون میدم و در حقیقت و این خواسته اینا. یکی دیگه از خواسته هاشون این بودش که شرکت رو به بخش دولتی برگردونین، در حالی که امروز بحث اقتصاددان‌ها این هستش که دولت رو کوچیک کنید، بخش خصوصی رو قوی کنید که بتونه کارها سریعتر بگرده. این رو متوجه نمیشم چرا کارگرها در ایران عکس این رو درخواست میکنن. خب ما میدونیم که اقتصاد ایران پس از اینکه رژیم گذشته، خب اقتصاد دولتی بود، بخش بزرگی از اصولا کشوری که نفت محور هست، بخش‌های بزرگی از اقتصاد این کشور در دوران گذشته دارایی‌هایی بود، سرمایه‌هایی بود که در دست دولت شاهنشاهی بود در دور قبل، و این تجمع به تدریج داشت به هر حال بخش‌های خصوصی در به دنبال 2 دهه که اقتصاد ایران به اصطلاح میگن سرمایه ملی ایران، بورژوازی ملی ایران، بخش در واقع قسمت تولیدات داخلی ایران، خدماتی که به داخل ایران مربوط میشد، اونطور مستقیم در رابطه با اقتصاد خارجی نبود. اینها به تدریج داشتن در 2 دهه آخر در زمان رژیم گذشته شکل گرفته بودند و این در واقع سرمایه ملی ما داشت قسمت‌های گوناگونی. ما می‌دونیم که ماشین و خودرو تولید می‌کرد، وسایل خانگی تولید می‌کرد. جامعه ایران از یک جامعه عشیره‌ای و فئودالی به یک جامعه شهری تبدیل شده بود. میلیون‌ها نفر در خونه‌هاشون از یخچال و به هر حال چیزهای دیگر دوران اون زمان استفاده می‌کردند. دستگاه‌های گوناگونی اومده بود در ایران، خودروهایی که به هر حال که وضعیت کشور رو، چهره کشور رو عوض کرده بودند. خدماتی در کشور بود که مثل گذشته در یک جامعه عشیری فرق می‌کرد، اما همچنان بخش دولتی عمده سرمایه‌های بزرگ رو در دست خودش داشت، چون درآمد نفت میومد و غیر از اینکه ارتش ایران خیلی بزرگ شده بود، صنایع ارتش در ایران بزرگ شده بود، در ارتباط با صنایع ارتش هم صنایع وابسته به اون هم در ایران بزرگ شده بود. اما ما می‌دونیم که بسیاری از بخش‌های ایران در دست دولت بود در اون زمان. به هر حال همون زباهم بود، همون راه‌آهن بود، همون قسمت‌ها بانک‌های ایران بودن، اینها در دست به هر حال دولت بود. پس از اینکه انقلاب صورت گرفت، ما می‌دونیم که بخش دیگری هم که سرمایه‌هایی که گذاشته بودن رفته بودن دست این بنیادها افتاد. بنیاد 15 خرداد، این مؤتلفه‌ها، اینها در واقع بخشی را گرفتن، بخش دیگری رفت زیر این بنیادها که این بنیادها یک به هر حال یک خصوصیت بسیار بسیار خصلت‌های پیچیده‌ای داشتن که یک مدت کوتاهی اینها هم رفتن زیر دست همون دولت. دولت اون بخشی رو که به اصطلاح میگفتن بورژوازی کمپرادور، سرمایه وابسته به خارج، اون بخش رو از اون صاحبان سرمایه رو هم گرفت، اینها رو برد در یک دوره‌ای پس از انقلاب بهمن اون دوران، انقلاب اون به هر حال وضعیتی که در جامعه ایجاد شده بود، اینها رو هم متمرکز کرد دست دولت. پس از مدتی پس از دوران جنگ به تدریج در دهه 70 ما میدونیم در زمان هاشمی رفسنجانی وضعیت اقتصاد یک کمی عوض شد. بخشی از اینها را فروختن به بخش خصوصی که به هر حال هدایت دولتی بود. 51% بخشی از این صنایع دست بخش‌های خصوصی رفته بود، ولی در هدایت و مدیریت یعنی 49% به فرض یا 40% دست دولت بود، بعضی از این هلدینگ‌ها، ولی رهبری دست دولت مونده بود. این وضعیت به این دلیل گفتن خصولتی‌ها، مدیریت و هدایت دست دولتی‌ها بود، بخش دولتی بود، ولی بعضی از اینا سرمایه‌هاشون 51% سهام یا سرمایه‌شون متعلق به بخش خصوصی. بخش خصوصی کی بود؟ خودشونا بودند، دولتی‌ها بودند، وابستگان به بیت رهبری بودند، احزاب رهبران مؤتلفه بودند، همین اصلاح طلبانی که میگن ما اصلاح، اینها بودند. اینها بخش خصوصی بودند که دولت هم خصوصی و دولت همه در هم آمیخته بودند. یک ملغمه‌ای بود که به هر حال نامش رو اقتصاد چند بخشی ایران میشه گذاشت. همین که بعضیا میگن مافیاها، راندخاران، با تعریف‌های گوناگون این رو به هر حال سعی می‌کنن تشریح بکنن. این وضعیت در دهه اخیر هم باز هم پیچیده‌تر شد به این گونه که بخش خصوصی هر جا که دولت برشکست میشد، هر جا که قادر نبود اون بخشا را بگردونه یا سوی مدیریت بود، دنبال این بود که این بخشا را بفروشه به بخش خصوصی، که بخش خصوصی به گونه‌ای وابسته به خود این باشه، سوداوری ها رو، اون گل در واقع اقتصاد رو خودشون داشتن، دست خودشون بودن، کاملا خصوصی کردن، در دست خودشون هم هست. اون جایی که بیمار بود سپردن به دست بخش خصوصی که واقعا خودش تابع اینها بود در بسیاری از زمین‌ها. اینا ضمن این که ما همواره یک بخش کوچکی داشتیم که تولیدات سنتی ما بود که اینها در زمینه پسته و زعفران و نمیدونم بعضی از تولیدات سنتی ایران و اینها فعال بودن، اینها همچنان بودن که در این دور تحریم هم آسیب بزرگی دارن میبینن. اما نیشکر، هفتپه، فولاد، بسیاری از ماشینسازی ها که در چند ماه آینده اینها بیکار خواهند شد. الان خودشون میگن 2000 نفر در بخش، فقط اون بخشی که چیزای اداری اینها را داره، میگن که اینا کار ندارن، اینا زایدن. از این 2000 اینها خیلی دارن که در دور اول بیکار خواهند شد. ولی عموما بخش خصوصی که از بر اساس فروختن واگذاری بخش دولتی به هر حال اشخاص بنگاه‌های خصوصی سپرده شد، اونها الان مثل همین نیشکر هفتپه مدیریت ندارن. کارگران در یک جایی هستن که به هر حال مواد خام باید بیاد، یک بخشی از این تولیدات به هر حال نیمه خام، نیمه پرورده است، تولیداتشون گاهی اوقات یک دستگاه کوچک، یک وسیله کوچک، ما چون در امر به هر حال هم‌نلق هستیم، یک دستگاه بزرگی خوابیده، 2 روز این دستگاه خوابیده. در خود این آلمان یک قسمتش باید از جنوب آلمان بیاد، یک سوزن کوچک. گاهی اوقات اگه این 1 روز 2 روز طول بکشه، حدود 100 کارگر و کارکنان اون شرکت اون روز کار ندارن، چون یک دستگاه عظیم حتی در آلمان این گونه است. تا اینکه به هر حال اون بخش اکسپرس باید به سرعت اینو وارد بکنه، اون سوزن رو یا اون زنزور رو به اصطلاح وارد کنه تا اون دستگاه بزرگ باز هم به کار بیفته. در ایران ما که در هر یک از این کارخانه های بزرگ یا این رشته های بزرگ تولیداتی که ما داریم، اگر یک قطعی الان که تحریم ها هست قطعی از کار بیفته، اون رو دیگر نمیشه به این راحتی به کار انداخت، به گردش انداخت. بنابراین همون بخش به هر حال از کار خواهد افتاد. وقتی که مدیریت نیست در جامعه ما، وقتی که تحریم ها اینقدر گسترده است، به دلسوزی هست نیست، توجه نیست، مسئله سویفت که قبلا صحبت کردیم، قادر نیست کدهای مالی جابجا بشه تا قطع خریده بشه، به سرعت وارد بشه در جامعه ما. یک کارخونه یهو می‌بینیم که از کار افتاده. خب این کارخونه صاحبم نداره، یا صاحب کسی است که در واقع بهش گفتن ولی اون مدیر نیست، اون اونجا هست، اونجا وایساده. کارگران از یک سو حق دارن، میگن که اینه که سپردید به دست خصوصی، بخش خصوصی بیمار، قادر نیست جامعه را بگردونه. شما هم که دولت هستید در فکر دزدی‌های خودتون هستید. حداقل ما اونا نمیخوام اینا واقعا دولتی بشن. کارگر 8000 5000 براش دولتی و خصوصی فرقی نمیکنه. فقط شنیدن که آقا چون دولت ما رو بچه یتیم کرد، اینم که پول نداره ما میده، میگه آقا دولت پول ما رو بده. مثل اون بود که مال باختگان رفتن گفتن که پول ما رو بانک‌ها دزدیدن. خب بانک کی مسئول؟ آخر سر شما مسئولید. اینقدر فشار آوردن به آقای روحانی که آقای روحانی دوباره پول چاپ کرد به اینا داد. این 30,000 میلیارد تومان یا 40,000 میلیارد تومانی که در ایران 10,000 میلیارد تومان رو این مسئولان در عرض چند روز جابجا میکنن. تا الان میگفتن 30,000 میلیارد تومان دادیم، در هفته اخیر میگن 40,000 میلیارد تومان روحانی پول چاپ کرد داد به مالباختگان. جنبش مالباختگان رو برای مدت کوتاهی خوابوند، به جیب ملت، به جیب قشرهای جامعه ایران این 30,000 میلیارد تومان رو پول چاپ کرد بهشون داد. مردم میگن خب بالوقتگان رو که اونطوری مسئلهشون رو حل کردید. کارگران میگن که آقا دولت بیاد پول ما رو بده، حالا دیگه از کجا میاد براشون فرق نمیکنه که اینا دولت بگیره یا نگیره. واقعا میگن کار ما رو تضمین کنید و این که وقتی کارم کردین پولم بیاید ما بدید. به نظر من اصل مسئله مردم نه دولتی کردن نه خصوصی ماندن هیچ کدوم اینا نیست. کسی که واقعا داره نظاره میکنه اونها اینو عامل فشار کردن به دولت و دیدن که مالباختگان پولشون رو گرفتن. در جامعه ما بیدار هستن مردم، میگن پول ما رو هم شما بدید. این بحث این گونه است جناب آقای بهبهانی. خب این روزا معمولا دولت در تکاپوه که بودجه سال آینده رو به مجلس ببره تصویب کنه و امسال اعلام کردن که هدف بودجه فقر زدایی، خط فقر مطلق. اینا تعاریفی است که فکر میکنم در جمهوری اسلامی به وجود اومده، یا خط فقر یا بالای فقر. فقر مطلق و غیر مطلق رو من معناش رو نمیفهمم. چی میبینید این بودجه رو؟ یعنی چرا دنبال اینه که فقر مطلق رو از بین ببره؟ دنبال چی میگرده؟ اصولاً جناب بهبهانی برای توجه بینندگان عزیز ما باید یه نکته رو بگیم، چون این امریست به هر حال نگاهی است که اقتصادانها دارن. بودجه رو یا انقباضی میبندن یا انبساطی. اینا تعریفاشون تا یه حدی به هر حال غیر کارشناسانه است، یعنی به هر حال میشه بهش پرداخت. در بعضی جاها تخصصی میشه که به هر حال مفیدم نیست برای وقت ما. اون چه که امروز میگن که بودجه انقباضی است. یعنی چی؟ یعنی که بر اثر کاهش درآمدهای ما، کاهش درآمد ناشی از پول نفت و چون درآمدهای مالیات کاهش پیدا خواهد کرد، ما باید دولت کاری کنه که در واقع با یک بودجه انقباضی با هرچه کوچکتر کردن بودجه، اگر بتوانند به فرض اگر پرهیز بکنن از 20% اینو برسونن به 15% حقوق، مثلا اگر با 15% بتونن به دستمزدها اضافه کنن، این کار رو انجام میدن. اگر بتوانند سال 98 از بودجه عمرانی بزنن میزنن. البته خب از جامعه مصطفی و نمیدونم هزینه لبنان و هنیه و نمیدونم حماس و فلان و بیسار و اینا که نمیزنن، هنوز که این چیز را ندارن که از سوریه بزنن، میلیاردهایی را که اونجا فرستادن. اینها باید از جیب مردم بزنن، از مؤسسه امام و نمیدونم نشر آثار فلان و بیسار و اینا که نمیزنن. یا اونها در واقع تثبیت شده هستن، اونها رو میگیرن حق خودشون از اینا. دولت روحانی باید در واقع با یک بودجه‌ای که به شکل انقباضی، یعنی هرچه محدودتر، هرچه کاهش در واقع هزینه ها، اگر عمران هست، اگر نمیدونم تاسیسات فلانجا هست، اگر صندوق توسعه ملی نفت هست که به هر حال اگر اونجا رو اگر نکنن، اون توسعه ملی نفت، اون صندوق توسعه ملی که حدود 1/3 درآمد نفت به اون تخصص اختصاص پیدا میکنه، اگر اون رو انجام ندن اصلا نفتی نمیمونه برای صادرات، برای فروش. ولی از هر جایی که اینا بتونن، از هر صندوقی بازنشستگان و کارکنان و عمران و غیر و غیر میزنن که یک بودجه انقباضی در واقع کنترل شده برای سال 98 آماده کنن. از این ور باید باز هم عرض کردم مسئله کسری بودجه در آینده، اون چه که کسری بودجه 97 هست فشار خودشو انتقال میده به بودجه 98. چون یک خانواری که مقروض در ماه به فرض بهمن قرض داره، اسفند رو درآمد خودش رو داره، از اول اسفند با قرض بهمن باید کنار بیاد. اینها باید با کسری موازنه یا کسری بودجه سال 97 رو هنوز حل نکردن. هنوز 3 ماه آینده مشکلات این بودجه را باید حل کنند. این رو از کجا چگونه تنظیم میکنن، با کدوم درآمد به هر حال دیگه میخواند این رو تامین بکنن، فعلا تو این موندن. و ضمن تاکیدا هم گفتند که آمار ارقام اقتصادی اونجایی که خط قرمز هست به کمیسیون ها میگم گاهگاه یه چیزی میزنه بیرون، ولی آمار دقیق رو، آمار مشخص بودجه رو هنوز نریختن بیرون. چون این چیزایی رو که پارسال گفته بودن، به هر حال این مسائل پارسال در یه حدودی هست. برای امسال ما باید در واقع تا پایان ماه بهمن و اسفند ما باید صبر کنیم ببینیم که اینا چگونه مسئله بودجه سال 97 رو به چه ترتیبی اینها در واقع گردش کردن و چگونه 98 رو دارن تنظیم میکنن و خواهند کرد، بر چه مبنایی، با چه تنظیم اختصاص الوکیشن، اختصاص منابع، اختصاص به هر حال درآمدهای نفتی به بخش‌های گوناگون اقتصاد بودجه میخوان این بودجه رو پیش ببرن. ما با یک وضعیت جدیدی روبرو خواهیم شد. در هر صورت تولید ناخالص ملی ایران بسیار بسیار کاهش پیدا کرده. ما باید ببینیم که در واقع اون گونه که تولید ناخالص ملی ایران در چه عرصه‌هایی به اینها دست اینا را کجا باز کرده و اینا به چه مقدار قدرت در واقع بازی دارن در این میدان بودجه و تولید ناخالص ملی. این بحث رو باید ما یک کمی در هفته‌های آینده دنبال بکنیم. در صورت اون چه که مهم هست اینا کوشش میکنن هر جایی که احساس میکنن که یک فشاری داره از سوی اخشاری از جامعه به اینا منتقل میشه، اون رو به طور به هر حال ضمنی اگر نتوانستن سرکوب کنن یک کمی یک به هر حال به طور موضعی عقب نشینی بکنن و این رو در بودجه اینها در ماه‌های آینده این بازتاب پیدا خواهد کرد. یعنی به روایت دیگه شما این شرایط رو سخت‌تر می‌بینی، یعنی راهی برای اینکه خط فقر رو نجات بده و اینا براش متصور نیستید، اینجوری که من فهم کردم. 100% این گونه است، چون خط فقر الان که البته ارقامی در خط فقر میگن که خورده اگراندیسمان کرده، من گاهی اوقات میشنوم میگن خط فقر زیر 80%. باید ببینیم از اصولا فقر چیست. فقر در یک جامعه میتونه همون باشه که یک عده‌ای میگن، ولی خط فقر رو اینا بعضی از به هر حال کمیسیون فلان تعیین میکنه 40% جمعیت، بخشی دیگر تعیین میکنن 50% جمعیت. ولی در گذشته ما یک خط فقر مطلق داشتیم که این خط فقر مطلق به فرض 6 میلیون از جامعه ایران مایحتاج اساسی ندارن. این اسرار رو رو کردن. اخشار حاشیه‌ای جامعه ما، قشرهای از کارگران جامعه ما هنوز در بعضی از استانهای کشور، من کار به بلوچستان و اینا ندارم، در بعضی از استانهای جنوبی و بعضی از مناطق شرق و غرب ایران ما با حقوق کارگران در این شرایط که در تهران الان دارن مثلا به فرض صحبت 2,600,000 هست یا در رفتن این رو بردن به مرز 3,500,000 3,600,000 در سال آینده، در بسیار از مناطق کشور زیر 1 میلیون هنوز یا 1 میلیون در بعضی از مناطق به هر حال کوهگیلویی و در جاهای دیگر غرب کشور 1 میلیون و مثلا 200-300 هزار تومان هست. خب کسی که قشرهایی که با 1 میلیون و 200-300 یا زیر 1 میلیون دارن تومان دارن زندگی میکنن، اینها در واقع همون 6 میلیونی هستند که زیر خط فقر مطلق هستند، یعنی ما احتیاج اصلی خودشون رو هم ندارن. تازه این 6 میلیون رو هم بعضی از کمیسیون‌های خودشون تعیین کرده. اینها خیلی بیشتر از اینه. وقتی که استانداردهای زندگی، ما احتیاج اساسی زندگی، کالری روزانه‌ای که حالا با ارزانترین در واقع با نون و برنج و غلات اینها در واقع این کالری به اون یک فرد یک آهاد جامعه ایران میرسه، وقتی این تامین نشه ما با فقر مطلق روبرو هستیم. این اقلام رو اینها در اقتصاد یا در جامعه شناسی برآورد میکنن، یک خطی یک به هر حال حدی از دستمزد رو تعیین میکنن که در جامعه باید در یک دوره‌هایی به کار گرفته بشه و ضمناً چون یک سری از شاخص‌ها مثل مسئله مسکن، مثل به هر حال حق حیاوز آب رفت آمد در شهرهای بزرگ، اینها قیمتشون با یک تورم بیشتر، با یک هزینه بیشتر روبرو هست تا شهرهای کوچک. به این دلیل هزینه خانوار در شهرهای بزرگ بسیار بسیار بیشتر از هزینه خانوار در بعضی از استانهای حاشیه‌ای یا بعضی از استانهای فقیر کشور. به این دلیل دستمزدها را هم بر اساس شهرهای گوناگون و استانهای گوناگون یک به هر حال ردبندی‌هایی دارند. در بعضی از مثلا به فرض کسی که خانواری که 2,200,000 تومان در تهران با این وضعیت مسکن داره، وضع زندگیش به مراتب بدتر میتونه باشه از یک شهر کوچک که اونها با در یک شهر کوچک با هزینه مسکن که الان بالای 90% تورم در هزینه مسکن، این پول برابر و معادل اون پول در یک شهر دیگر نیست. بنابراین مسئله فقر مطلق در جاهای گوناگون ایران یک به هر حال لول، یک سطح معینی داره. جناب بهبهانی، ما با به هر حال 50% حدود 50% جامعه ایران زیر خط فقر زندگی میکنه. این واقعی است. حالا ممکنه در ماه‌های آینده صحبت 70% هم در 6 ماه آینده، واقعا در 4 ماه آینده، 6 ماه آینده این 50% به 80% برسه. اینقدر در واقع میتونه سریع گسترش پیدا بکنه خط فقر. اما این ببخشید من یک نکته ای رو، همونطوری که در ونزوئلا در عرض 2 سال و نیم 3 سال اقتصاد ونزوئلا کاملا تحلیل رفت و میلیون ها آدم کشور رو ترک کردن و رفتن و فقر اونجا بیداد میکنه در اون کشور. در ایران هم این وضعیت میتونه در عرض نیمه سال اتفاق بیفته. درسته، یعنی مثال دقیقی رو زدیم. این گسترش فساد و اقتصاد رانتی من فکر نمی کنم که اجازه به اینا بده که بتوانن فکری بکنن به حال مردم و در صنعت، در تولید، در همه جا ناکار آمدن. به هر حال آقا بسیار ممنون و متشکرم از شما. اجازه از شما میخوام که این گفتگو رو هفته آینده ادامه بدیم و از دوستانم دعوت میکنیم که در معرفی این برنامه کوشا باشید و اگر پرسشی هست میتونید مستقیما با خود جناب آقای سلیمی ایمیل کنید، بفرستید و پاسختون رو بگیرید. آقای سلیمی از شما هم سپاسگزارم، از همه مهرت به میهن، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی. مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و دوشنبه دیگر. متشکرم آقای سلیمی. سپاسگزارم. در خدمت شنوندگان و بینندگان عزیز هستم. از راهنمایی ها و از توجه هایی که دوستان عزیز، مخاطبان عزیز راهنمایی بفرمایند خیلی خوشحال میشن. اگر جایی به هر حال نقیصه ای بود اصلاح بفرمایند، اساتیدی که به ویژه گوش میکنند به هر حال و یا عزیزانی که در زمینه اقتصاد آمار دقیقتری رو دنبال میکنند خیلی خوشحال میشن که این تبادل نظر به وجود بیاد تا بتونیم این برنامه رو هر چه موثرتر و مفیدتر کنیم. حتما. متشکرم از شما. متشکرم از شما، ممنونم. به هر حال دوستان شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است، مهر کنید، سایت میهن رو به دوستانتون معرفی بکنید که به یعنی mihan.tv.com رو به دوستانتون معرفی کنید که به سایت میهن بیان، بتوانند از بخش مقالات، یادداشت‌های روزانه، گزارش‌های ویژه که در اون پایین سایت قرار داده، ویدیوهای ویژه‌ای است که اونجا می‌ذاریم، استفاده کنن. به حواشی سایت، خبرهایی که در حواشی سایت، اطلاعیه‌ها رجوع کنید. بازم از شما ممنون و متشکرم. اپلیکیشن رو حتما دانلود کنید. سابسکرایب رو فراموش نکنید. در شبکه‌های اجتماعی حتما اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و لینک ها رو لایک کنید و شیر کنید. باز هم از همدلی و همراهیت سپاسگزارم. درنگی میکنیم و همراه شما خواهیم بود. متشکرم.